سلام، با 180 ثانیه جمعه 16 آذر ماه همراه ما باشید. خبرگزاری رویترز روز جمعه از نشست اوپک خبر می‌دهد. ایران با کاهش 800 هزار بشکه‌ای در تولید نفت اعضای این سازمان موافقت کرده است. این در حالی است که زنگنه وزیر نفت قبلا در وین گفته بود ایران تا زمان رفع کامل تحریم‌ها به هیچ توافقی برای کاهش تولید نفت ملحق نمی‌شود. خبرگزاری کار ایران ایلنا به نقل از یک عضو انجمن فولاد ایران خبر داد اتحادیه اروپا از تمدید قرارداد خرید فولاد از ایران تا زمان روشن شدن وضعیت سازوکار ویژه خودداری کرده است. از مهر سال جاری تا کنون تولید خودروهای سواری هیوندای و برخی از انواع خودروی لیفان متوقف شده است. صنعت خودروی آذربایجان و کرمان موتور در مورد دلایل توقف تولید این محصولات سکوت کردند. به دنبال بارندگی شدید در شمال استان خوزستان برخی از مناطق شهری و روستایی شهرستانهای لالی، مسجد سلیمان، شوش، گتوند و دسبول دچار آب گرفتگی و سیل شدند و در این مناطق دست کم یک نفر کشته شده است. در حالی که کشمکش بر سر بازداشت مدیر مالی کمپانی هواوی در کانادا ادامه دارد، خبرگزاری رویترز روز جمعه از توکیو خبر داد. دولت ژاپن قصد دارد برای افزایش امنیت در برابر درز اطلاعات و حملات سایبری به خرید تجهیزات مخابراتی از این کمپانی بزرگ چینی پایان دهد. خبرگزاری تسنیم نزدیک به سپاه پاسداران در گزارشی با تیتر آمریکا تحریم‌ها را بازگرداند و صادرات به ایران را 7 برابر کرد اعلام کرده که صادرات آمریکا به ایران در پی بازگشت تحریم‌ها 7 برابر رشد کرده است. گزارش‌ها حاکی است دفتر شبکه تلویزیونی CNN در نیویورک به دنبال تهدید بمب‌گذاری تخلیه شده است. گفته می‌شود فردی در تماس تلفنی با دفتر این رسانه گفته است که 5 بمب در ساختمان است. ترامپ هدر ناورت را به عنوان سفیر جدید این کشور در سازمان ملل معرفی کرد. نیکی هیلی سفیر آمریکا در سازمان ملل متحد 2 ماه پیش خبر کنارگیری خود را از این سمت اعلام کرده بود. سازمان ملل میگوید برای اولین بار در تاریخ بیش از نیمی از مردم جهان آنلاین هستند. در گزارشی تازه برآورد شده که در پایان سال جاری میلادی بیش از 3 میلیارد نفر در جهان به اینترنت دسترسی داشته باشند که این میزان بیش از 51% از جمعیت جهان را شامل می شود.